ماه بودند. ساعت یک بامداد روز 13 اسفند سال 65 گردان جنگاوران از خط تماس گذشتند و ساعت 5 صبح نبرد کربلای هفت آغاز شد. و آشهو هم حتی لا تکون فتنه یا مولای مبتقیان علی ابن ابی طالب و یا فاطمه الزهرا. ارتفاع 25-19 به 6 هدف تقسیم شده بود و پس از پیشروی گردان جنگاوران تا هدف شماره 3 گردان تکاور و سپس گردان 103 نیز به آنها اضافه شد. پس از دشمن که تصور نمی کرد نیروهای ایرانی در این سرما و کوداک شدید اقدام به عملیات کنند، تمامی توان خود را روی هدفهای 5 و 6 متمرکز کرد و تا ساعت 4 بعد از ظهر به سختی مشغول دفاع از این دو هدف بود. آنها امیدوار بودند تا با تاریک شدن هوا و تجدید قوا بتوانند 25-19 را پس بگیرند. پس از ورود گردان 115 به صحنه درگیری، رزمندگان لشکر هدف شماره 5 را رها کردند و با حمله به هدف شماره 6 موفق به دور زدن دشمن شدند و پس از فتح این دو هدف ارتفاع 25-19 به طور کامل به تصرف لشکر 64 ارومیه درآمد. بدین ترتیب عملیات کربلای 7 با سرعتی باور نکردنی و موفقیت کامل به پیروزی رسید. این حماسه آنقدر برای حضرت امام رحمت الله علیه با ارزش بود که ایشان با جبهه‌های نبرد تماس گرفتند و شخصا این پیروزی را به فرمانده عملیات سرهنگ آذرفر تبریک گفتند. از تمام عنایات و توجهات خاص ملت ایران سپاسگزار هستیم. موظفیم، باید بجنگیم، باید دشمن کفر را در هم بکوبیم. این شکست برای صدام و لشکریانش بسیار دردناک بود. آنها نه تنها ارتفاع 25-19 را از دست داده بودند، بلکه دیگر هیچ بر منطقه حاج عمران نداشتند، چرا که نیروهای ایرانی با استقرار بر فراز 25-19 و داشتن دید و تیر مستقیم بر کل منطقه هر گونه تحرک را برای آنها دشوار می ساختند. بازپسگیری 25-19 برای نیروهای بعثی از اهمیت حیاتی برخوردار بود. آنها در مدت زمانی بسیار کوتاه 17 پاتک سنگین را علیه نیروهای ایرانی تدارک دیدند. در این شرایط نگهداری 25-19 و تثبیت مواضع زیر آتش سنگین و هجوم همه جانبه دشمن کاری بسیار دشوار بود که رزمندگان لشکر با سرافرازی آن را به انجام رساندند. رژیم بعث عراق چاره‌ای ندید جز مطرح کردن این ادعای دروغ که مجدداً 25-19 را اشغال کرده است. به همین دلیل نیروی زمینی ارتش به درخواست تعدادی از خبرنگاران برخی از معتبرترین خبرگزاری‌های جهان برای بازدید از منطقه عملیات رخ مثبت داد. سرهنگ آذرفر نیز دستور داد این خبرنگاران بدون هیچ گونه محدودیتی از قله 25-19 بازدید کنند تا از نزدیک شاهد پیروزی ایرانیان بوده و خبر اقتدار و توانمندی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به گوش جهانیان برسانند.